خب در مورد نامپای صحبت میکردیم و عملیاتی که میتونیم روی نامپای چیکار بکنیم، اعمال بکنیم. مثلا من میگم n، مثلا میگم a مساویه np dot، حالا random ones، بله خیلی شرمت ها ones، مثلا چی؟ مثلا 3/4 میگم بیا پرینت بکن، به خاطر اینکه اینقدر محبوبه. خب بعد مثلا اینجا میگم که دی تایپ بشه، مثلا چه قرار بده دی تایپ بشه، مثلا بزا انتر 8 np dot انتر چی؟ انتر 8. حالا میگم مثلا بیا a مساوی a به علاوه 4 پرینت بکن a رو. ببینید به صورت اسکالر چیکار کرد، همه رو یه واحد افزایش شد، 5-4 واحد افزایش. مثلا میگم a مساوی a ضرب در 2 پرینت بکن چی رو؟ پرینت بکن a رو. درسته؟ یه مثلا میگم که فرض بکن a مساویه a به توان 2 10 به توان 2 چی شد؟ 100. بعد میگم که بیا پرینت بکن مثلا چی رو؟ a 1 رو. این چیه a 1؟ مثلا میگم a 1 به علاوه a 2 به داخل a 1، بعد پرینت بکن a رو ببینیم چی میشه. a یک و با a دو جمع کرد. چرا منفی شد؟ چون اوورفلو داده. چرا منفی شد؟ چون اوورفلو داده. اینو انتر 16 که بزنم اوورفلو دیگه نمیده. ببینید 10 و با 10 جمع کرد، این شد چی؟ شد 200. اوکی، حالا اصلا میگم a یکه از 2 تا آخر میدونیم کدوم قسمت رو جمع کرد. سطر یکم ببینید ای اینه دیگه، درسته؟ ای اینه. خب سطر یکم ستون دوم تا آخر، ستون دوم تا آخره مثلا با سطر دو جمع میکنیم، اینو برای اون مقدار گذاری میکنیم. یا میگم ای یک ای دو، مثلا دو نقطه آخر چی بذار؟ صفر بذار. میام پرینت بکن ای رو. این دو تا آخرش که صفر کرد. ما از توابع رندوم هم میتونیم استفاده بکنیم. مثلا بجن که همه این کار رو انجام بدم، میام چی میگم؟ میگم np dot مثلا رندوم dot rand int
فرض کنید میام میگم صفر ده هزار، میره به داخل خود A، پرینت بکن چی رو؟ A رو. اومد. الان A.shape رو بگیریم، هزار تا داده رو چکار کرد؟ از 0 تا 10 برامون رندوم کرد. مثلا میخوام بگیم یه تاس درست بکنیم، دایس، مثلا میام میگم از 1 تا فکر کنم 6 مثلا 20 عدد رندوم برامون درست بکنم. یه اینجا اسمشون نیست، دایس. ببینید 6 داریم نداریم، پس احتمالا باید بگیریم 7، مثلا بگیم 100 تا عدد. دوسته الان 6 هم دارم. الان میام میگم A مساویه، A مساویه 6. اینجا اصلا بیا میگم 10 در 10 یه ماسه 10 در 10 چکای کرده؟ انگار تاس انداختیم همه رو. خب بیایم مثلا یه ماتریس اینجوری درست بکنم، مثلا 3 در 3، دایس 1، دایس 2، دایس 3 مثلا دایس 1 ضرب در دایس 2، دایس 1، دایس 2، دایس 3، 5. بینه 6 ستا چیه؟ 18 تا. ضرب اینجوری انجام میده، یعنی ضرب نقطه به نقطه داره انجام میده. اینجا میام بنویسم mp dot dot دایس 1، دایس 2. دات رو استفاده کردیم. چجوری میشه دات؟ ببینید میشه 5 ضرب در 1، 5 ضرب در 1 5 تا، 3 ضرب در 1 3 تا، 5 و 3 میشه 8، 3 ضرب در 3 میشه 9، 9 8 میشه 17. انگار بگم mp dot ضرب ماتریس هست. اون این ضربی که اینجا دیدین، مثلا اینجا میرسم دایس 4 مساویه mp dot دات دایس 1، دایس چی؟ 2. پرینت بکن چی رو؟ دایس 4. دایس 3 نظیر به نظیر ضرب میکنه، مثلا 5 رو در 1 ضرب میکنه میشه 5، 2 ضرب در 3 میشه 6، ولی دایس 4 میشه سطر اوله در ستونه اول 1-6-5 که ضرب میشه میشه 47. ببینیم mp dot dot a 1 دایس 1، این دایس 1 در چی؟
دایس دو ستون، حالا بگم این سطر صفر رو، این هم میگم ستون صفر رو شد چند؟ 47. چرا داره ضبط میشه؟ 32. ببینید دایس صفر چی میشه؟ میشه سطر صفر رو. این چی میشه؟ این هم میشه ستون صفر رو. حالا 5 2 6 رو تو چی ضرب میکنه؟ 1 6 5 ضرب میکنه. شد چی؟ شد 47. حالا مثلا این 44 چی میشه؟ میتونیم بگی میشه سطر یکم ضرب داره 44 بوده، ضرب داره ستون دوم چه 44. خب ضرب ماتریسی انجام میده. اوکی تا اینجا. از ضرب ماتریسی رو میتونی به این صورت با دات انجام بدی. حالا فرض کنید مثلا من ایو دارم، اینا رو میذارم کنار، 3 در 4 میگم بیا پرینت بکن چی رو؟ یک. حالا میخوام اینا دونه دونه چاپ بکنم. مثلا میام میگم for i in دایسه یک print بکن j in i print چیه؟ for j in i print بکن چی رو؟ این اگه اعداد همون باشه میشه 1 2 1 4. اول این میشه، بعد سطر بعدی میشه، بعد این میشه. میتونیم مقادیر اینجوری هم چیه به دست بیاریم. بعد ارزم به حضورتون که پس اینم شد عملیات ریاضی که بعض از عملیات ریاضی رو با هم دیدیم به این صورت تعریف میشه. پس اگه ضرب ساده بنویسم اینا رو به صورت نقطه به نقطه این کار رو انجام میده. مثلا یه عملیات دیگر هم با هم ببینیم. مثلا اینجا دایس یک رو نوشتم، اینم دایس دو رو هم نوشتم. حالا میگم بیا پرینت بکن چی رو؟ np dot array equal. حالا دایسه کو دایسه دو باشه، دایسه یک
دایسه دو. چی نوشتش؟ مساوی نیست. حالا بگم دایسه یک مساویه دایسه دو، اینجا چی میده؟ اینجا تک به تک مقایسه میکنه، یعنی میگه که آیا اینا تک به تک مساوی همدیگه هستن یا مساوی همدیگه چیه؟ نیستن. خب حالا مثلا من بیام رندوم چی بگیرم؟ رندوم بیام بگم از صفر شروع بکن، بزن بمونه یک، یه چیزی بنویسم اینجا، میگم سکه یک، کوین یک، کوین چیه؟ کوین دو. از صفر تا دو پرینت بکن. چی رو؟ کوین یک مساویه، نگاه شیر خط انداختی. خب بعد میام میگم که میام میگم MP M میام کوین یک بزرگتر از کوین دو. خب اینجوری هم میتونیم تعریف بکنیم، هم میگم mp.logical and چی؟ کوین یک با کوین دو، ببینیم چی شو. این کوین یک، این هم کوین دو. فقط کجا ترو در میاد؟ یه دونه اینجا ترو میشه دیگه، همین ترو شده، میبینید دونه دونه ترو. حالا این همینو برای چی استفاده میکنه؟ مثلا برای اور. عملگره میتونه به این صورت دونه دونه با همدیگه چیکار بکنه، استفاده بکنه، ببینه که بتونه اندورشون بکنه. باید تا همینجا کافیه، اینم میفرستم داخلی.